سلام دوستان امیدوارم که خوب باشید در ارزا طیبی هستم مدرس و نوازنده ی گیتار این جلسه میخوام راجبه کاپو صحبت کنم پس با من همراه باشید دوستان اسامی مختلفی این وسیله داره از جمله کاپو، سجیلا، سخیا حالا امیدوارم که درست تلفظ کنم اگر اشتباه تلفظ کردم حتما بهم بگید کاربرد این وسیله میخوایم ببینیم توی گیتار چیه و چه چی کاری انجام میده اولا اینکه خیلی مختصر میخوام راجع صحبت کنم خیلی ساده است کاپوهای مدرنی که ساخته شده رو خیلی ساده میتونید چون فنری هست روی فرت مورد نظرتون بزنید و اتفاقی که میفته چیه این که از اینجا به بعد ما صدایی نداریم از اینجا به بعد صدا داریم پس در نتیجه صدای گیتار ما کمی زیرتر میشه حالا این کاراییش چیه؟ اولا قطعاتی هست توی سبک های مختلف یا تنظیم های مختلفی که انجام میشه که وقتی روی گیتار میاد چون ما چهار تا انگشت بیشتر برای انگشت گذاری نداریم خب این قضیه یه مقدار سختتر میشه و ساختار گیتار به گونه ای که گاهی اوقات بعضی از نوت با فاصله خیلی زیادی از هم انگشت گذاری میشه و در نتیجه خیلی سخت میشه برای ما که یک قطعه رو با توجه به اورجینال بودنش بخوایم انگشت کنیم و نوت ها رو دقیق بگیریم بنابراین این وسیله باعث میشه که شما بتونید توی گام دلخواهی که دارید بتونید همه اون نوت ها رو یک جا داشته باشید مثلا من اگر قرار باشه اینجا لامینور رو بگیرم فقط کافیه یک نیم پرده تمام نوت هامون بیاد جلو لامون دیگه میشه لا دیز و به همین ترتیب پیش میره حالا شما حساب کنید من یک نوت دستباز دارم اینجا حالا قرار من این رو دیگه دستباز نداشته باشم و به جاش مثلا فرت چهار سیم پنج رو بگیرم که میشه لا بمول از این طرف یکی از انگشت های من کاملا درگیر یک نوته فقط سه تا انگشت دیگه میمونه و قراره با این سه تا انگشت من انگشت گذاری کنم خب خیلی سخت میشه این قضیه برای قطعاتی که حالا مثلا توی گام های سی مول مینور و غیره هست اگر تنظیم برای گیتار نشده باشه بنابراین ما میایم یک فرت میذاریم اینجا و کلیه نوت ها رو نیم پرده میاریم جلوتر و خیلی خیلی ساده‌تر میشه قضیه بعدی برای خواننده هاست خب میدونید که سبک فلام فلامینکو رابطه مستقیمی با خواننده داره یعنی اینکه خواننده یک عنصر اصلی موسیقی فلامینکو هست پس برای اینکه خواننده های مختلفی وجود دارند با گستره و رجیستر صدایی متفاوت اگر بخوایم ما قطعه ای بزنیم که همگام با صدای خواننده باشه و خواننده بتونه توی همون محدوده صوتی که راحت هست بخونه بنابراین ما باید از این وسیله توی گیتار استفاده کنیم بایدی نیست یعنی اگر شما نیاز نداشته باشی شناخت سازتون انقدر زیاد شده باشی که راحت بتونید نوت ها رو پیدا کنید خیلی خیلی ساده میشه این قضیه اما بزرگترین نوازنده ها هم دارن از این وسیله استفاده میکنن برای اینکه ساختار گیتار گونه ایه که واقعا توی بعضی از قطعات نمیشه که از کاپو استفاده نکرد و حتما باید استفاده کرد این مدل مدرنشه یه جورایی این هم مدل سنتیشه که این مدل سنتیش یک حالت پیچی داره که ما مثلا روی فرت خاصمون میبندیم این بند رو میندازیم این رو داخلش میکنیم و میپیچونیمش تا سفت بشه و از صدای دلخواهمون رو داشته باشیم من سعی کردم که ویدیو خیلی کوتاه باشه خیلی مباحث گسترده تری داره اما فعلا برای دوره مقدماتی به نظرم همین مقدار کفایت میکنه لطفا منو دنبال کنید لایک کنید و اگر سوالی هم براتون پیش اومد در قسمت کامنت ها برام بنویسید تا جلسه آینده بدرود